سلام دوستان گرامی، روزتون بخیر. امروز روز جهانی مادر هستش، دومین یک شنبه از می در هر سال میلادی روز جهانی مادر محسوب میشه، مادرز دی. این روز رو تبریک میگم به همه مادرهای دنیا، همه مادرها با هر ایده، با هر مرام و مسلک و مذهبی که هستن، من تبریک میگم این روز بزرگ رو. و میخوام بگم که مادر هومیوپاتی میدونید کیه؟ ما همش میگیم پدر هومیوپاتی آقای هانمن هستش، ولی مادر هومیوپاتی مادر آقای هانمن هست. ایشون انقدر حمایت کرد فرزندش رو و تحصیلش رو باعث شد که ادامه پیدا بکنه، هرچند که پدر او رو به فکور بودن و اندیشمند بودن در سن 5 سالگی دعوت کرد. پدر گفت پسرم توجه کن، در هر موردی فکر کن، در هر چیزی فکر کن، اندیشه کن. دکارت میگه فکر میکنم پس هستم، je pense donc je suis، معادل فرانسویشه، I think so I am I exist، می اندیشم پس هستم. چقدر مهمه اندیشیدن. پدر این هدیه بزرگ رو به این فرزند بزرگ به نام دکتر ساموئل هانمن داد و مادر موجب شد که فرزندش ادامه تحصیل بده. چرا؟ پدر دوست داشت که پسرش به کار سرامیک، یه کار سرامیک نقاشی رو سرامیک بود که هنر خودش بود، ادامه بده و در واقع راه اون ادامه بده. ولیکن مادر بر تحصیل هانمن تأکید داشت و دوست داشت که فرزند برومندی به نام ساموئل رو در این مسیر هدایت کنه. و ببینید یک مادر چه نقش بزرگی ایفا کرد. عزیزان، از این حمایت این مادر بعد از هانمن که این روش رو کشف کرد، دکتر هانمن بزرگ، ما میبینیم که میلیون ها نفر نجات پیدا کردن از شر بدترین انواع بیماری های حاد و مزمن. همین اپیدمی وبا در زمان آقای هانمن ایجاد شد. آقای هانمن با اپیدمی چه برخوردی داشت؟ عزیزان، ایشون جنوس اپیدمیکوس رو مطرح کرد، یعنی گفت ما در هر اپیدمی باید ببینیم که بیشترین علائمی که مردم دارن، افرادی که مبتلا شدن، مثلا در زمان ایشون اپیدمی وبا اومد، ببینیم در این اپیدمی وبا بیشترین علائم چه علائمی هستن، بر اساس اون بیشترین علائم و علائم غالب که در افراد ایشون میدید به دارو میرسید. مثلا در یه اپیدمی وبا ایشون به داروی چاینا افیسینالیس رسید، سینکونا رو تجویز کرد، بسیاری انسانها رو نجات داد با همین چاینا. اولین دارویی که آقای هانمن کشف کرد در طول حیاتش چاینا بود. در آزمایشگاه ایشون، عرض کنم که میدونید که آزمایشگاه شیمی هم داشت، ایشون در این حال که یک پزشک بسیار متبحری بود و نسبت به روش‌های قرون وسطایی زمان خودش معترض، ایشون شیمیدان بزرگی هم بود، یک نویسنده‌ای در یک کتابی نوشته بود که علت این که دارو، من وارد این مبحث شدم، اجازه بدین، روز مادر هست و هر حال اینم یه نکته جالب تاریخیه، چی شد که اصلا آقای هانمن به هومیوپاتی راهنمایی و هدایت شد، اینه منشأش. ایشون کتابی رو ترجمه میکرد، از سن 24 سالگی وقتی که ایشون فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی پیتسبورگ شد، چون دید روش های اون زمان خیلی هارش، خیلی سخت، خیلی و خشن هستش و با بیماران با خشونت رفتار میکنن، ایشون رها کرد پزشکی رو، گفت من نمیخوام این پزشکی رو، ای خدای من این چه روشیه که این افراد میگیرن، خونگیری های متعدد، خون رو متریا پکنس میدونستن. شما مطالعه بفرمایید ارگانون اف مدیسن، ارگانون پزشکی رو مطالعه کنید لطفا. دوستانی که میخوان با هومیوپاتی آشنا بشن، اولین کتابی که به شما من پیشنهاد میکنم و توصیه اکید میکنم اینه که این کتاب ارقنوم پزشکی به زبان انگلیسی، حتی اگر بتونید آلمانی، چون اصل زبانش آلمانیه، زبان
آقای دکتر هانمن آلمانی اصیله، اون رو بخونید. اگر نتونستید انگلیسی، به فارسی متاسفانه خوب ترجمه نشده. من ترجمه هایی که دیدم متاسفانه تا حالا ترجمه خوبی نبوده. امیدوارم که من این توفیق و این زمان رو پیدا کنم که انشاءالله این فرصت رو ترجمه از این کتاب بکنم. در اون کتاب به این شکل، در واقع این کتاب کتاب بسیار مهمیه. آقای دکتر هانمن عزیز، ایشون در آزمایشگاه، آهان گفتم کتابی ایشون ترجمه میکرد، در اون کتاب یک آقای دکتر محترمی نوشته بود که میدونید علت این که مالاریا، این چاینا افیسینالیس برای مالاریا، همون گنگنه معروف دیگه، شنیدید گنگنه؟ میدونید برای چی مالاریا رو میتونه درمان بکنه؟ علتش اینه که طعمش تلخه، bitter taste، it has a bitter taste، یک طعم تلخ داره. آقای هانمن زیر بار نرفت، یعنی نتونست منطق قوی هانمن رو نتونست عرض کنم که اینو اقناع بکنه، قانع نشد، با این استدلال ضعیفی بود. در آزمایشگاه بود، در سن 40 سالگی ایشون از این ماده، از سن بکنم 40 یا 44، اینو باید من نگاه بکنم، در سن 44 سالگی بیشتر بعد باشه، در سن 44 سالگی یا 40 سالگی، این رو حالا من یه شک کوچولو دارم، انشاءالله نگاه میکنم. عرض کنم که ایشون در آزمایشگاه داشت کار میکرد و گفتش که این گنگنه رو بذار من خودم رو زبونم بذارم. یه 2-3 روز گذاشت روی زبونش، یه کمی از گنگنه، گرد گنگنه که تلخ رنگم هست، تلخ طعم هم هست، ایشون احساس کرد، بعد از چند روز دید علائمی شبیه مالاریا پیدا کرد، تب پیدا کرد، تبای حالت پریودی نوبهی پیدا کرد. بعد عرض کنم که دید که چیه این قضیه، چیه که ایشون با چشیدن این دچار علائم شده. دید که در واقع این ماده، این عنصر در آقای هانمن علائمی شبیه به مالاریا رو تولید کرد. همین ماده که در ایشون، در یک فرد سالمی که این ماده رو عرض کنم که چشیده چند روز و استفاده کرده و در واقع پروف شده، اولین پروفینگ دارو بود، در ایشون علائم مالاریا رو تولید کرده. همین ماده شفابخش میتونه بیماران مالاریایی رو درمان بکنه، مشابه رو درمان میکنه. اساس هومیوپاتی مشابه رو درمان میکنه. عزیزان ببینید، از اونجا پی برد و بعد از اونجا بود که این مقاله ای نوشت، اولین مقاله ای که ایشون نوشت، Experimental Medicine، پزشکی تجربی، مبتنی هست هومیوپاتی بر تجربه، زیباترین و متقنترین و محکمترین رشته پزشکی به نظر من در دنیا، این ایده محکم من هستش و به دنیا اعلام میکنم این رو، به دوستان عزیزم به زبان فارسی الان اعلام میکنم، در افغانستان، در ایران، در تاجیکستان، هر کجای دنیا که هستید دوستان، بدونید محکمتر از هومیوپاتی ما نداریم. متاسفانه افرادی که منصف نیستن و مغرضن، هومیوپاتی رو گفتن سودو ساینس. یعنی چی؟ یعنی دانش کاذب. ای کذاب هایی که دانش به این زیبایی رو کذب میدونید، خودتون کاذبید و خودتون دروغگو هستید. اونایی که این حرفا رو میزنن، چرا؟ چون که هومیوپاتی مانع منافع اونها میشه، منافع اونها رو به خطر میندازه. هومیوپاتی بر اساس اصل مشابهت، در همین اپیدمی، پاندمی، عرض کنم که من بارها پیشنهاد کردم که از هوموپروفیلاکسی استفاده کنید، همونطوری که در آقای هانمن در زمان خودش استفاده کرد، همون برای درمانشون استفاده میکرد البته، ولی بعد در زمان، در سال 2007 در کوبا این لپتوسپیروز یه بیماری اندمیک هستش، در اونجا استفاده کردن، اپیدمی شده بود، از روش هوموپروفیلاکسی به نتیجه رسیدن، به دنیا اعلام کردن. سال 2007 برید بخونید، لپتوسپیروزیس، هوموپروفیلاکسی بفور لپتوسپیروزیس. عزیزان برید مطالعه کنید. در هندوستان، درود بر هندوستان،
در همین پاندمی آرسنیک سیاسی رو اعلام کردن به عنوان جنوس اپیدمیکوس. درود بر اونها. بسیاری از مردم آرسنیک هستن، در خود آمریکا هستن، در ایران هستن، در دنیا آرسنیک زیاد داریم. خیلی از بیماران به آرسنیک جواب میدن، بله داروهای دیگه، نتم جواب داده، من فسفر دادم، داروهای دیگه دادم، لایکوپودیوم دادم، داروی سرشتی. بهترین دارو به قول آقای پل هرسیکیو در اپیدمی ها داروی سرشتیه. در این بیمارانی که در خانه بستری هستند، عزیزان هومیوپات، داروی سرشتی بهشون بدین، شرح حال بگیرید، بهشون داروی سرشتی بدین، اونایی که ایزوله هستن. به هر حال امروز روز مادر و فرصت شد من تا یه مقداری درد دل این آقای هانمن عزیز که روش‌های قرون وسطایی اعمال می‌شد، خونگیری‌های متعدد، انقدر خونگیری می‌کردن تا اینکه مریض می‌مرد، از دست می‌رفت. بعد می‌گفتن چرا نجات پیدا نکرد؟ پاسخشون چی بود؟ گفتن به اندازه کافی خون خارج نکردیم. ای خدا، خون ماده حیاتی، آقای هانمن میگه خون این ماده حیاتی رو چرا انقدر گرفتن تا فرد از دست رفت؟ حتی فرزند یکی از پادشاهان در اون زمان از دست رفت با همین خونگیری های مکرر. آقای هانمن گفت من نمیخوام، و بعد رفت سراغ ترجمه کتاب. این بود که بعد به ترجمه کتاب رسیده، اونجا اون داستان عرض کنم که چاینا رو فهمید که این در واقع بحث ترخ بودن نیست، خود عنصر این چاینا این ویژگی رو ایجاد میکنه، پروب میشه. در زمان آقای هانمن، سخن رو کوتاه میکنم، در زمان آقای هانمن بیش از حدود 100 دارو، حدود 100 رمدی، من رمدی میگم شفا، دیگه میخوام بگم شفا، رمدی یعنی چیزی که مداوا میکنه و شفا میده، با دارو فرق میکنه. دارو این داروهای شیمیایی که اصلا تخریب میکنه انسانها رو، مثلا تو کیموتراپی مریض به بمباردمان کشیده میشه، مریض بیچاره بمباردمان میشه، آنتیبیوتیک ها همینطور، کورتون ها همینطور، بدن رو فلج میکنن، واقعا فلج کننده هستن این داروهای شیمیایی، غالبشون، غالب غریب اتفاقشون. حالا یه شربت برومهگزین خیلی جالب داریم، مثل شربت برومهگزین ترشح خلس رو زیاد میکنه، این یه حالت هومیوپاتیک داره، هومیوپاتی میخورید خلقتون رقیق میشه، راحت دفع میشه. خود مایعات فراوان هم این کار میکنن. به هر حال ببینید، هومیوپاتی یک رشته فوق العاده زیباییه. من امیدوارم بنابه عرض کنم که پیشبینی که استاد بزرگ پروفسور ویتولکاس، که من گاهی اوقات اصلا ناخودآگاه میگم هانمن، میخوام بگم ویتولکاس، میگم هانمن، هانمن زمان ماست. ایشون 60 ساله که دارن در عرض کنم همین نیم ساعت با من بیشتر فاصله ندارن، من در ازمیرم، ایشون در یونان تشریف دارن، آلونیسوس هستن، با ما حدودا نیم ساعت فاصله دارن. ای کاش میتونستم برم ببینم ایشون رو. در سال 2008 ایشون رو دیدم حضوراً. ایشون کتابی نوشتن به نام عرض کنم که هومیوپاتی طب هزاره سوم، طب هزاره سوم پیش بینی کردن و میشه انشالله، من مطمئنم که میشه. همین پاندمی، در این پاندمی بسیار بارقه های زیبایی رو دیدیم از متلعلع بودن این نور هومیوپاتی. هر جا که رفت بیماران کمایی رو از کما در آوردن، 50 بیمار کمایی رو یکی از دوستان عزیز من آقای دکتر فرید در ایران گفت 50 بیمار رو، بیش از 50 بیمار رو از کما ما آوردیم بیرون با سه تا داروی سنگا، سمبوکوس و ناتریوم موراتیکوم. درود خدا بر این دوستان و بر بسیاری از دوستان دیگه. بنده خودم 9 بیمار کرونایی رو از راه دور آنلاین درمان کردم. دوستان بسیار خوبی دارم هومیوپات، چه هومیوپات و چه پزشکی هومیوپات، کرونایی ها رو درمان کردن. عزیزانی که در ایران اجازه نمیدید که هومیوپات ها درمان بکنن، نکنید این کار رو. اینا بسیار انسان های مفیدی هستن. یک تست ازشون بگیرید، امتحان بگیرید، وقتی که قبول شدن تو اون امتحان اینا رو هم بهشون لایسنس بدین که مورد تایید وزارت خونه باشه، نیان گیر بدن به این عزیزان ما که شما پزشک نیستید و نمیتونید درمان بکنید. نکنید این کارو، حمایت کنید از این هومیوپاتا، بسیار ارزشمندن و بسیار قانع هستن. موفق باشید عزیزان، روزتون بخیر، خوشحال شدم. بس من مادر هومیوپاتی رو به شما معرفی کردم، مادر هومیوپاتی، مادر آقای هانمن به دنیا. من اینو می نویسم انشاءالله و بیان میکنم به زبان انگلیسی هم،
مادر هومیوپاتی دنیا مادر آقای هانمنه که او رو در مسیر تحصیل حتی نمیذاشت که پدر متوجه بشه و حتی از استاداش، اساتیدش، از معلمینش کمک مالی گرفت. معلمینش کمک کردن تا هانمن بزرگ شد. دوستان ببینید در این مسیر چه عزیزانی پشت صحنه کار کردن و کمک کردن. موفق باشید، روزتون بخیر باشه. بسیار روز خوبی بود که من این حرفای زیبا رو تونستم با شما بزنم و با شما درد دل بکنم. خدا نگهدارتون باشه، روزتون بخیر.